بسم الله الرحمن الرحیم یک سال هست که از ویروس ورود ویروس کرونا به کشورمون میگذره سی بهمن پارسال بود در صبح چهارشنبه ای ما متوجه شدیم که این ویروس وارد کشور شده حالا چند روز قبل وارد شده بود به هر حال اون روز تست تشخیصی به ما گفت که ویروس کرونا وارد شده حالا قاعدتا ممکنه پنج روز پیش یا هفته پیش وارد شده باشه ما از اون اولین روزی که فهمیدیم این ویروس وارد این کشور شده در هیئت دولت تصمیم گرفتیم به اینکه به مردم اعلام بشه به اینکه این ویروس وارد شده و افرادی مبتلا شدند البته بعضیام اون وقت شبهه داشتن که نزدیک انتخابات دو سه روز دیگه انتخابات میشه این رو بگیم نگیم من گفتم هیچ تردید نکنید چه انتخابات باشه چه انتخابات نباشه هر مراسمی میخواد باشه این مسئله شوخی نداره مسئله جان مردمه و همه مردم باید مطلع بشن و خوشبختانه از همون روز چهارشنبه به مردم کشورمون اعلام شد که این ویروس وارد کشور شده بنابراین در این جهت اون ضد انقلاب خارج نشین ها که شبه می به اینکه دولت واقعیت رو به مردم نگفت دیر گفت به خاطر انتخابات اعلام نکرد این یک تهمت مز و یک دروغ صد درصد ما از همون لحظه ای که ما توجه شدیم به مردم اعلام کردیم و این وظیفه ما بوده و در طول مدت هم در تمام حوادث کرونا موجی داشتیم تعداد مرگ افسایش میر افزایش پیدا کرده کاهش پیدا کرده مبتلایان سرپایی ها همیشه به صورت یک آمار دقیق به مردم اعلام کردیم ایران جزو کشورهایی بوده که از لحاظ اطلاع رسانی به موقع و بسیار دقیق و حداقل هر 24 ساعت یک بار آمار بروز شده رو به اطلاع مردم رسونده خب این قدم اول و قدم مهم بود قدم دوم کار بزرگ ساختاری بود خب شما میدونید تو کشورهای دیگر هم مقابله با کرونا وجود داره ممکنه مشکلاتی هم پیش بیاد اون مشکلات در یک مراجعی مورد بررسی قرار بگیره اما از لحاظ ساختاری در کشور ما یک کار بسیار بزرگی صورت گرفت خب در شنبهش شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد ما بحث کردیم اونجا و به این نتیجه رسیدیم که یک ستادی باید این امر را به عهده بگیره تحت عنوان ستاد ملی مبارزه با کرونا اینکه افرادش کیا باشند ترکیب چگونه باشه اختیاراتش چی باشه رئیس این ستاد چه کسی باشه همه اینها تو اون جلسه به طور مفصل بحث شد و یک مصوبه تدوین شد و تصویب شد و در اون جلسه و خدمت مقام معظم رهبری فرستادیم و ایشون این مسبب رو تایید کرد به این مسبب ابلاغ شد خب بر مبنای همین مسبب پنجا و هشت جلسه تا امروز تشکیل شده امروز پنجاه و هشتمین جلسه ای است که در طول این یک سال گذشته ما جلسات ستاد ملی رو تشکیل دادیم البته این بغیر از کمیته های مختلف و جلسات مختلف و وزارت کشور و وزارت بهداشت و در ماه های اخیر قرارگاه و اینها سر جای خودش نیروهای مسلح برای کمک یه قرارگاه خاص دارن اینا سر جای خودش همه اینها دارن فعالیت میکنن و کار میکنن اما تشکیل چنین نهادی حالا ولو اینکه این نهاد موقت دوران کرونا هست به حال شاید هم نشأت گرفت از تجربه ای که ما در دوران دفاع مقدس داشتیم در دوران دفاع مقدس هم در یک مقطعی ما متوجه شدیم که ساز و کار معمولی نمیتونه جنگ رو پیش ببره و این مسئله خدمت امام مطرح شد امام اجازه داد و یک شورای تشکیل شد تحت عنوان شورای عالی پشتیبانی جنگ این شورا مسبباتش در حکم قانون بود یعنی ابلاغ میشد به دولت به دستگاه‌های مختلف حتی در زمینه بودجه مصوباتی که بودجه داشت این شورای عالی موردی رو کم میکرد زیاد میکرد البته در رابطه با جنگ فقط نه مسائل دیگر در ارتباط با جنگ یا کمکهای مردمی و این شورای عالی یک ستاد مرکزی درست کرد ستاد مرکزی پشتیبانی جنگ و این ستاد البته اون شورا شورای عالی پشتیبانی جنگ رئیسش رئیس جمهور بود مقام معظم رهبری وزرای مربوط در اون مقطع نخست وزیر نماینده فرمانده جنگ و برخی از فرماندهان نیروهای مسلح اینها حضور داشتن تو اون سطح در این سطح یعنی در سطح ستاد که کارهای اجرایی اون مسببات رو اجرا میکرد و کارهای اجرایی انجام میداد مسئولیت اون ستاد به عهده بنده بود و معاونین وزرا و برخی از وزرا در اون جلسات شرکت می‌کردند و اونجا تصمیم گیری می‌شد و مصوبات اون ستاد بر مبنای چارچوب مصوبات شورای پشتیبانی جنگ اعلام و ابلاغ می‌شد این خوب از سال 65، 66، 67 سه سال این ستاد فعال بود در سه سال پایانی جنگ بسیار هم مؤثر بود مصوبات خیلی مهمی هم داشت البته خب وقتی جنگ تمام شد به طور طبیعی خب اون ستاد هم و تمام شد فعالیتش و مصوباتش هم خب تا زمانی بود که جنگ بود بران اما در این حال یک تجربه بسیار مناسبی بود در اون مخته در این تجربه جدید هم شورای عالی امنیت ملی آمد تصفیب کرد گفت ستادی تشکیل شود که اختیارات او در حد اختیارات شورای عالی امنیت ملی باشه یعنی مصوباتش مصوبات لازم الاجرا باشه برای همه و در حکم قانون باشه مصوباتش و به همین صورت مقام معظم رهبری هم تایید کردند و این کار آغاز شد به نظر من این ستاد حالا یه مقدار بیشتر توضیح میدم این ستاد یک تجربه بسیار گرانقدری هست برای کشور و مصوباتی که ما تا گذراندیم البته مربوط به دوران کرونا هست و بعدش نافذ نیست اما در این حال میشه استفاده کرد و بحث کرد برخی از مقررات رو در مراجع دیگر بعدا تصویب کرد و به صورت مقررات دائمی در آورد خب، این کار بسیار عظیم و بزرگی بود که آغاز شد. دانشگاه های پزشکی ما، استاندار های ما در سراسر کشور، خود وزارت بهداشت، درمان، در سطح وزارت خونه، جلسات منظم و به روز، روزی چند جلسه و های مختلف و برای استانها، وزارت کشور، جلساتی که مرتبط تشکیل میداد وقت اون وقت البته تحت عنوان کمیته انتظامی امنیتی این کار رو میکرد الان دیگه به صورت قرارگاه داره فعالیت میکنه و بخشهای مختلف تقسیم کار شد و این تقسیم کار یک بنیانی بود برای مبارزه با یک ویروس بی سابقه یعنی مردم ما سابقه ی هم چیزی ندارن تو 100 سال گذشته هم چیزی نبوده که یک ویروسی بیاد تمام کشور تمام دنیا رو تحت تاثیر قرار بده در کسب و کار و آموزش و زندگی و فرهنگ و همه چی بتونه تاثیر بگذاره من روزهای اول فروردین در همین ستاد گفتم ما باید این ویروس رو به صورت یک بلیه یک ساله مشاهده کنیم بعضی از دوستان به من گفتن که چرا شما گفتی یک ساله این که یک سال طول نمیکشه که این تابستون میشه که دو تا از پزشکان به من گفتن گفتن این تابستون میشه تو گرما تمام میشه ما دیگه بعدش نداریم گفتیم حالا ببینیم به ما که نمیدونیم ولی ما باید احتیاط کنیم بر مبنای اینکه خودمون برای یک سال آماده کنیم و خب دیدیم این ویروس یک ویروس خطرناکی بود به این سادگی نرفت کنار الان هم که یک سال گذشته نه این ویروس تمام نشده تازه مواجه شدیم با ویروس جهشیافته حالا نوع آفریقایی نوع انگلیسی همه انواعی که الان ذکر میشه و گفته میشه و معلومم نیست کی بشر از این ویروس خلاص میشه چند ماه دیگر چند سال دیگه هیچ که نمیدونه به حال شرایط آینده رو به دقت ما نمیدونیم و ما باز هم برای سال آینده باید خودمون رو آماده کنیم مقابله خودمون رو در برابر این ویروس البته کاری که مدافعان سلامت انجام دادند یک کار بسیار عظیم و بزرگی بود تلاش خستگی ناپذیر شبان روزی فداکارانه خیلی ارزشمند بود واقعا حالا شاید در کشورهای دیگر هم کادر درمان فعالیت و فداکاری زیادی کردن من خیلی مطلع نیستم بخوام مقایسه کنم ولی کاری که در ایران انجام گرفت انصافا قابل تحسین و تعظیمه در برابر این کار بزرگ جان خودشان رو فدا کردن پزشکا، پرستارا، و الان ما بیش از ۲۵۶ نفر از عزیزان ما شهید خدمت شدن خب، این هم کار بسیار خوبی بود که کسانی که در این راه جانشان رو از دست دادن ما شهید محسوب کردیم، مسبب کردیم این هم از اون کارهای بسیار خوبی بود یک قدردانی هست از اون عزیزی که فداکاری کرده و از خانواده اونها کار بسیار ارزشمند و درستی بود الحمدلله کمیته های تخصصی هم هر کدام فعال بودن و کارهای بسیار زیادی کردند در کار رسانه‌ای خوب کار بسیار بزرگی شده مخصوصا صدا و سیما صدا و سیما انصافا همپا در این یک سال تلاش کرد و آمد در کنار ستاد در کنار دوستان مدافعان سلامت تبلیغ کرد بیان کرد توضیح داد خیلی کار بزرگی واقعا شد نیروهای مسلح کار خیلی روز, روز اول آمدن بیمارستان هاشون تشکیل دادن حالا به برخی از اونا نیاز شد استفاده شد به برخی هم نیاز نشد ولی خیلی ارزشمند بود کاری که همین الان هم نیروهای مسلح همین الان هم دارن کار میکنن بسیج داره کار میکنه سپاه داره کار میکنه ارتش آمادگی داره برای فعالیت نیروی انتظامی ما ما همکاری میکنه و همه اون عزیزانی که در بخش نظارتی دارن نظارت میکنن بر مغازه ها بر خیابون چه عناصر بهداشت درمان چه هلال احمر چه اتحادی های سنفی همه اینها چه تعذیرات همه اونایی که کمک کردن حال در مجموع کار بزرگ و عظیمی انجام گرفت در این راستا من یک کلمه میخوام بگم و بعد میخوام یه توضیح بیشتری بدم راجع به کارهایی که شد در این مدت اون نکته اینه که ما در مجموع یک سال به یک کلمه رسیدیم و اون این که برای مقابله با این بیماری باید سبک زندگی عوض شه همین همین یک کلمه است سبک زندگی باید عوض شه و مردم باید به خوبی بدونن که شرایط امروز ما یک شرایط عادی و معمولی نیست برای خرید برای بازار برای مسافرت برای آموزش برای رفتن سینما برای رفتن مراکز مذهبی برای مسافرت خارج کشور هر چی که شما در نظر بگیری شرایط ما یک شرایط معمولی نیست یک شرایط غیر معمولی هست و در این شرایط ما باید سبک زندگیمون رو عوض کنیم راهش اینه ماسک باید بزنیم یعنی سبک زندگی دست بشوریم یعنی سبک زندگی فاصله رو باید مراد بکنیم دور ها رو تعطیل بکنیم تجمع ها رو کنار بذاریم ترددها ها رو کم بکنیم همه یعنی خلاصش میشه سبک زندگی جدید در این شرایط و همین یک کلمه رو ما با همه ابعادش باید مد نظر قرار بدیم تا ما بتونیم به خوبی عبور کنیم حالا از موج اول الحمدلله سرفراز عبور کردیم در موج دوم موج سوم موج سختی بود ولی به حال عبور کردیم و همه تلاش ما اینه که وارد موج چهارم نشیم و ان امیدوارم موفق شیم وارد موج چهارم نشیم تا اینکه در شب عید مردم راحت تر باشن و بتونن به زندگی خودشون بپردازن خب اولین مسئله همطور که اشاره کردم ساختار سازی بود و این ساختار جدید یعنی ستاد ملی مقابله با کرونا با همه کمیته های فریش و بعد هم با قرارگاه عملیاتی همه در کنار هم قرار گرفت با کمک همه نیروها و تلاش اینها خب تو این ستاد ما برخی از قوانین و مقررات رو برای رفاه حال مردم برای کمک به اخشاری که تحت فشار قرار گرفتند، تغییراتی دادیم به حال آمدیم وامی رو اختصاص دادیم یک یارانه ویژه ای رو در نظر گرفتیم وام در اختیار کسب و کارهایی قرار دادیم که در این مدت دچار مشکل شدید شده بودند وام در اختیار خانواده های قرار دادیم که برای اجاره مسکن دچار مشکل شده بودند همه جا به حال آمدیم و کمک های لازم در حد توان کشور این کار رو انجام دادیم خب اینا همه قانون میخواست مقررات میخواست اینا قوانین لازم رو همینجا وضع کرد همینجا تصفیب کرد و هر جا یک مقررات دست و پاگیری بود اینجا میامد میگفت آقا اینجا شما بناست پول وام پرداخت بکنید اینجا امحال لازم انجام میداد میگفت که مثلا اشکال نداره دو ماه دیگه پول برق و آب میخواستم پرداخت کنن، گفت حالا فعلا تو این شرایط میتونید دو ماه دیگه پرداخت کنید پول مالیات بود گفتم یعنی همه مهلت دادن هایی که لازم بود هر جا مراجعه لازم بود گفتن شما مراجعه نکنید و در سایه این دولت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال ظهور و بروز واقعی خودش رو پیدا کرد خب از قبلم هم ما همه دنبال دولت الکترونیک بودیم دنبال اقتصاد دانشبنیان بودیم اما در این حال تو این وانفسای کرونا ضرورت این مسئله برای ما روشنتر شد یک حرکتی که تو این یه سال در دولت الکترونیک شروع شده و در اقتصاد دیجیتال اصلا این یک سال قابل قیاس با سالهای قبل نیست با ده سال با دهه قبل هم نیست یک دهه رو ما مقایسه کنیم تو این یک سال یک حرکت بسیار عظیم و بزرگی انجام گرفتیم بخش تولید ما انصافا فداکاری کرد در همون روزهای خطر در همون روزهایی که مردم دلهوره داشتن چی شده مقصود من تو اسفند پارسال هست تولید ما دست نخورد تمام دستگاه های تولیدی به تولید خودشون ادامه دادن پرتوکل ها را مراعات کردند. و لذا شما دیدید خدمات یک لحظه قطع نشد مثلا برق دو روز قطع شه آب یه روز قطع شه گاز سه روز قطع اصلا یه همچون چیزی نبود با همه این شرایط سخت همه پای کار بودن همه اونهایی که ضرورت داشت مثل مدافعان سلامت که کنار تخت بیمار بودن اینا هم در کارخونه خودشون در دستگاه های خودشون کنار چاه های نفت تو وسط دریا همه شبانه روز فعالیت کردن و مردم خب وقتی یک حادثه رخ میده بهتر ملموس میشه شما دیدید تو این زمستونی مثلا چند ساعت فقط چند تا استان در برق دچار مشکل شدن حالا به دلیلی که الان نمیخوام توضیح بدم و تمام شد و شما ببینید کل تابستون کل زمستون در فصلهای مختلف گاز قطعی، با این همه سرمایی که ما داریم تو زمستون قطعی گاز نداریم داره این کار انجام میگیره خدمات تولید و ما به حمدالله امروز در نیازمندی های بهداشتی تقریبا نیاز نداریم به بیرون حالا اگر هم داشتیم معلوم نبود کسی به ما چیکار کردن و امروز تو کشور ما روزانه بیش از سی و پنج م... مثلا در حدود هزار تومان ماسک داره در بازار عرضه میشه برای مردم یک کار عظیم و بزرگی در تولید همه شوینده ها مواد ضد عفونی همه که نیاز بود حتی وسایل بیمارستانی ونتیلاتور ها نیازمندی هایی که ما داشتیم همه تلاش کردند و کمک کردند و لذا شاهد یک حرکت بزرگ در شرکت های دانش بودیم شرکت های دانش ما یک مرتبه اونچنان اوج گرفت که امروز پنج و شرکت دانش بنیان ما داره فعالیت میکنه کل این شرکت های دانش بنیان در آغاز دولت یازدهم پنجا و شرکت بوده شما ببینید چه اوجی مخصوصا در این یک سال اخیر اوج گرفت برای اینکه زندگی مردم از طریق دیجیتال و از طریق فضای مجازی بخش بزرگش بتونه انجام بشه و انجام بگیره یه دعوایی عده‌ای می‌خواستن از اول درست کنن بین دین و علم بین مناسک دینی پروتکل بهداشتی الحمدلله علمای ما مراجع ما مقام و معظم رهبری همه این کارهایی که یه عده‌ای شروع کرده بودن فکر می‌کردن یک فرصت طلایی پیدا کردن برای شکاف و اختلاف دیدن نه هم معارمزون مردم برقرار شد هم قرآن سرگرفتن مردم برقرار شد هم محرم مردم بود هم عبادت بود هم نماز بود هم پروتوگل بود و چقدر فضای مجازی در این زمینه صدا و سیما در این زمینه کمک کرد تا مردم از نعمات اون شبها و روزها استفاده کنند در این حال پروتوگل های بهداشتی را هم به طور کامل مراعات بکنند و اجرا بکنند این دوگانگی ها از بین رفت شما الان ببینید در بخش دانش آموزی و دانشجویی اگر فضای مجازی نبود اگر زیر ساخت های فضای مجازی اگر پهنای بان نبود آن چه کار میکردن؟ 17 میلیون نفر از شبکه شاد دارن استفاده میکنند. این سامانه با این عظمت در این کشور تشکیل شد 17 میلیون نفر دارن میرن حرف میزنه با معلم معلم با شاگرد حرف میزنه درس داده میشه درس گوش گرفته میشه درس رو چه زفتی میکنه پیادی میکنه دانلود میکنه اصلا یک تحول ایجاد شد البته ما قبول داریم فضای مجازی جای اون آموزش حقیقی و حضوری رو به طور کامل نمیگیره اما خب صفر نشد حالا آمد شد پنجا درصد شد چل درصد چیک بود ولی کار بزرگی انجام شد و تحصیلات ما آموزش ما در کشور تعطیل نشد پس در این حالی که مشکلات فراوانی برای ما ایجاد کرد کرونا یه فرصت هم درست شد یک تحولاتی هم درست شد و از این تحولات ما تونستیم استفاده کنیم و خب شما دیدید در همین مراسم دینی و مذهبی چه ابتکارات و ابداعات جدید و نوی رو به کار بستن تا فضای مجازی بتونه جای فضای حقیقی رو بگیره همه اینها ما تنها کشوری بودیم که در کنار کرونا تحریم رو هم داشتیم هیچ کشور دیگه همچون حالتی نداشت ما دست ما بسته بود ما مقاسیم یه واکسن بخریم با چه مشکلاتی رفتیم ما رفتیم پول همین کوواکس رو پرداخت بکنیم از این کشور به اون کشور از این بانک به اون بانک با این تلفن با اون تلفن که بتونیم پولش تهیه کنیم بدیم و مثل دهها حالا تو کوواکس شاید 170 80 کشور الان اونجا تقاضای واکسن کردن ما هم جز به یکی از اونها هستیم هیچ کدام یه همچون مشکل ما را نداشتن خب که پول بخوام بدم پول ما داریم پول ما رو قفل کردن نمیدن نمیذارن نقل و انتقال بکنیم خب کار بزرگی در این کشور علی رغم تحریم همه تلاش کردن در کنار هم الحمدلله واکسن هم به این کشور رسید باز هم میرسه انواع دیگر واکسن واکسیناسیون آغاز شد، شروع شد و این نکته رو هم من بگم که مردم عزیز ما هم باید خودشون رو برای سال آینده آماده کنند هم باید خودشون رو آماده کنند تا ما دوچار موج چهارم نشیم و باز هم برمیگردم یک کلمه سبک زندگی اگر سبک زندگیمون رو ما تغییر بدیم بر مبنای شرایط جدید و همه پروتکل ها رو مراعات بکنیم انشاءالله با تردد کمتر انشاءالله با اجتماعات کمتر انشاءالله با مراعات فاصله با همه مسائل بهداشتی که مورد نیاز و ضروری هست عمل کردن اگر هم خدایی نکرده علامتی دیدیم اون علامت رو فوری به مراکز درمانیمون مطلع کردن اگر هم کسی متوجه شد بلافاصله فاصل شدن بلا فاصل افرادی که با او نزدیک بودن دو مرتبه تست دادن همه این مقررات که در این یک سال بارها و بارها به مردم گفته شده اگر همه اونها رو عمل کنیم انشالله میتونیم به خوبی و سرفراز من فکر میکنم تا اینجا وقتی ایرانمون رو ما مقایسه میکنیم حتی با کشورهای پیشرفته اونایی که تجهیزات خیلی بیشتر و پول خیلی بیشتر از ما در اختیار دارن وقتی مقایسه میکنیم مدافعان سلامت ما سرفرازن مردم ما سرافرازن مردمی که اگر همکاری اونها نبود هیچ کاری صورت نمی همکاری کردند و همه اونهایی که مؤمنانه و خازانه به مردم کمک کردن و باز هم کمک میکنن در این شب عید و بعد هم در آخر فروردین در ماه رمزون باز هم کمک خواهند کرد انشالله به یاری هم دیگر ما میتونیم به خوبی از این مرحله عبور بکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و